حصول توافق هسته‌ای در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی کرد. صفحه اینستاگرام پرزیدنت اوباما بعد از اعلام حصول توافق زیر کامنت‌های مثبت و منفی کاربران ایرانی غرق شد. کاربران ایرانی به پست آخر آقای اوباما که اصلاً ربطی به توافق نداره هجوم آوردند. بعضی از رئیس جمهوری آمریکا تشکر کردند و براش قلب گذاشتند. بعضی ها مخالفت کردند. بعضی ها هم درگیر بحثی داغ با هم شدند. به فارسی و انگلیسی و پینگلیش و هرچی که فکرشو بکنید. ما هم از شما پرسیدیم در مورد توافق و تأثیر احتمالیش روی زندگی روزمرتون چی فکر میکنید؟ چند تا از کامنت ها رو اینجا براتون میخونم. حامد میگه که جوانها دنبال وضعیت مناسبتری هستند و امیدوارند وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر از قبل بشه و نوشته این که مسلمه و فکر میکنند با برداشتن تحریم ها این موضوع رخ میده. او در ادامه میگه که ایرانی ها قانع هستند و کف مطالباتشون اندکی آزادی سیاسی اجتماعی و اقتصادیه که خیال میکنند با لغو تحریم ها میسر بشه. حسین میگه مردم فکر میکنن با برداشتن تحریم ها از فشار زندگی کم میشه، اما و خب این سه نقطه گذاشته که به نظر میرسه زیاد خوشبین نیست که واقعا از فشارها کم بشه. امید به برداشته شدن محدودیت های اجتماعی بعد از توافق دستمایه شوخی خیلی از کاربران ایرانی در فضای مجازی قرار گرفت. بعضی ها نوشتن حالا که توافق شد چی بپوشم؟ بعضی های دیگه عکس مونتاژ شده بیلبورد های تهران رو با آگهی آبجو و ویسکی و کنسرت خواننده های خارج از کشور به اشتراک گذاشتن و بعضی ها هم به شوخی نوشتن خدا حافظ فلافل سلام مکدونالد. خب برگردیم به فیسبوک. سعید معتقد جوان‌ها همیشه دنبال فرصتی هستن که شادی کنن و زیاد هم درگیر خبر و تحلیل نیستن. سعید میگه اگه حکومت اجازه بهبود وضع اقتصادی رو بده، قشر متوسط قوی میشه و مردم فرصت میکنن دنبال مطالبات حقوق بشری و آزادی‌های مدنی باشن. سعید معتقد پولی به اقتصاد سرازیر نمیشه و پول‌ها بیشتر صرف تسلط بر منطقه میشه و بین خودی‌ها تقسیم میشه.